ظاهر میشه. برید در داخل ایران ببینید بچه ها و زندگی مردم در چه حاله. زن یه لیوان شراب دستش گرفته این شد، یا راجع من مثلا گفته من نمیخوام تلویزیون مثل تلویزیون شراب مهم باشه، خب یا شما خبر دروغ بهش دادید بنده خدا سادگی کرده استفاده کرده. خب چی؟ شما چه کردید با این ملت؟ شما با این مردم چه کردید؟ من به اپوزیسیون میگم و من تعجب میکنم، حیرت میکنم. دوستان اتاق فرمان به من گفتن که میخواید بخش های جلوتری از این مستند رو پخش کنید. گفتم نه، فقط هم یه تیکه که رو خودم صحبت کرده رو بذارید. میدونید چرا؟ برای که من نمیام عملی جمهوری اسلامی بشم، من نمیام مستندی رو که جمهوری اسلامی علیه کسی ساخته که ناشی از عصبانیتش از اوست بردارم پخش بکنم. من که با زن رقابت ندارم که. من حیرت میکنم از این سایت ها، از این شبکه ها جمهوری اسلامی مستند میسازه اینو من میذارم پخش میکنم. چرا؟ چون علی به آدمی است که در یه زمینه موفق شده. در حرفا این بچه ها گوش بده. خب بله، سلام میکنم به دوستان عزیز، همینطور به مهمان گرامی جناب جلال ایجادی. خوش اومدید به برنامه ما. درود بر شما و درود بر همه بینندگان برنامه شما. متشکرم از دعوت شما. خواهش میکنم. ببینید من اولش یه دقیقه برنامه صحبت‌های آقای شهرام همایون رو گذاشتم که شنیدید. یعنی موضوع رو اینطور میگیره که حکومت عصبانی شده از روح الله زم و دیگرانی هم که دارن مثلا موضوع رو به بحث میذارن، احتمالا مثلا یکیش خودم باشم، به خاطر اینکه ایشون موفق بودن ما نباید به اصطلاح به موضوع بررسی بکنیم. و میگه حیرت میکنم که چرا این موضوعات مورد بررسی قرار میگیره. و من میخواستم ابتدا نظر شما رو در مورد هم صحبتهای آقای شهرام و هم در رابطه با موضوع جویا بشم. دیدم که در جاهای دیگه هم در این باره صحبت کردین. من مسئله رو بعدم به ریشه ای تر، به سوالات ریشه ای تر میبرم. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. بله، ما همونطور که در این رویداد اخیر به دنبال به اصطلاح انتشار اسنادی از طرف جمهوری اسلامی در ارتباط با آقای زم متوجه شدیم، به هر حال مسائلی وجود داره که باز با خودش یه حالی یک رازی همراه داره و ما احتیاج داریم به دقت بیشتر و برخورد علمی بیشتر. مسئله این است که ما یک محور مرکزی پیوسته در زندگی اجتماعی، شخصی و به هر حال سیاسی رو باید داشته باشیم و اونم چسبیدن به امر در واقع واقعیت گرایی و اخلاق اجتماعی در جامعه. این اخلاق بیان این هستش که در واقع از قلوف کردنهای ارادی، از شایعات ارادی، از در واقع ساختنهای شبکه‌های ایدئولوژی که خواهان پخش خبرهای نادرست هستن و غیر و غیره باید جلوگیری بکنیم. بس برسه این هستش که ما در یک درسته که یک میدان بزرگ مبارزات فکری سیاسی در برابر جمهوری اسلامی قرار داریم، ولی که این تنها ملاک ما برای مشخص کردن صفوف نیست، به این خاطر که در برابر جمهوری اسلامی انواع اقسام گرایش ها و سیاست ها و سازمان ها وجود دارند و الزاماً همه این سازمان ها، همه این گرایش ها الزاماً با نوعی در واقع مشروعیت یا حقانیت دموکراتیک و حقیقت جویی چی ازشون برخوردار نیست. و به این خاطر هستش که به هر حال درسته که یک با نظامی مواجه هستیم که پیوسته در طول 40 سال عمرش از سرکوب مستقیم، از ایجاد در واقع تبلیغات گوناگون گوبلزی و غیروزالک و همچنین امروز با استفاده از تمامی امکانات تکنولوژیکی یک
فضای عمومی رو در واقع به وجود آورده که در پی این هستش که مخالفین رو مرعوب بکنه، مخالفین رو به قول معروف آچمز بکنه، به مردم به اینکه او پیوسته دارای حقانیت و حقیقت هستش و به این ترتیب میدان رو خالی بکنه از رقبای خودش. حال اگر چنانچه نیروهای مختلف اپوزیسیون یا رسانه‌های گوناگونی که در این زمینه کار میکنن به همون شیوه ها عمل بکنن، شیوه درستی نیست، زیرا تمام این ساختن‌های دروغ پردازانه به نوعی روزی علیه خود گردانندگان و تولید کنندگان اونها برمیگرده و اون هم یعنی بی‌اعتمادی بیشتر جامعه. مردمی که پیوسته البته بی‌اعتمادی دارن و به علاوه دستخوش یک سلسله باورهایی قرار میگیرن که این باورها به لحاظ سیستم‌های تبلیغاتی در ذهنشون فرو میره و اینها باور میکنن و لحظه‌ای که بیاموزن و دریافت بکنن که آنچه که گفته شد به ظاهر دارای حقانیتی بود، ضد رژیم بود، ولی مسلماً این امر به ضد خودش برمیگرده و عملاً میگن که نتیجه امر این هستش که میبینی باز به هر حال رژیم چه بسا درست میگفت تمام مخالفینش و غلط میگفتن یا به هر حال به راه نادرستی حرکت کرد و جمهوری اسلامی هم از این ماجرا استفاده خواهد کرد. پس بنابراین ما پیوسته باید دقت بکنیم که سیستم های تبلیغاتی، سیستم های خبری که به شکل ارادی خواهان این هستن که واقعیت ها رو طور دیگه ای نشون بدن. مثلا این هستش که شما یک با این رژیم که البته شناخت از این رژیم هم همیشه آسان نیست، این شناخت رو اگر شما بخوای به طور ارادی به اصطلاح طور دیگه ای نشون بدی، در واقع نقاشی روش بکنید یا به شکل نوعی در واقع ظلمت‌های این رژیم رو بیش از آنچه که هستش به فرض در این زمین اجتماعی، در زمین فرهنگی یا هر چی دیگه فرای واقعیت‌های این رژیم بخواهید نشون بدید، این در واقع کارساز نیست. ما باید حقیقت جویی، البته یک تفاوتی به نظر من وجود داره بین واقعیت گرایی و حقیقت جویی، و این که به هر حال در ارتباط با وضعیت کنونی ایران ما باید اطلاعات مرتب با دقت بدیم، باید روحیه تحلیلی داشته باشیم، باید خبرها رو مقایسه بکنیم، باید در واقع منابع خودمون رو نسبت بهش دقت بکنیم، به خاطری که در کل جهان امروزی ما با شبکه‌های سازنده خبر چه از طریق محافل مافیایی، محافل سیاسی، محافل خبرساز گرفته تا این محافلی که با سیستم‌های تکنولوژیکی دارن عمل میکنن و چه بسا سرنوشت یک کشور را از یک سو به سوی دیگه بکشونن. به این خاطر هستش که من فکر میکنم که آنچه که در روزهای اخیر ما مشاهدش هستیم، ما در واقع باید از تهیج به خود در واقع عملا دور باشیم. اخباری که میشنویم با دقت ببینیم که از کجا این خبرها آمده، به خاطر اینکه یک مسئله که امروز در جامعه عموما مطرحش، مسئله اعتماد جامعه به سیاسیون، نخبگان سیاسی هستش و همچنین اعتماد جامعه نسبت به خبرنگاران هستش. یک خبرنگاری که خوب کارش انجام نده به سرعت اعتبار خواهد شد. شما در نظر بگیرید تمام سیستم رسانه‌ای جمهوری اسلامی از اونجایی که اینها پیوسته و پیوسته دروغ میگن، میپوشونن، در استتار فرو میبرن و تمام ماجراهای زندگی مردم رو وارونه نشون میدن، نتیجه چیست؟ نتیجه این که مردم از اون گریز میکنن، به تمامی رسانه‌های خارج کشوری روی میآورن و بنابراین در این زمینه شکست رسانه‌ای رژیم یک واقعیت هستش. حال در زمانی که ما میبینیم که در خارج کشور هم اگر چنان که کسانی باشن به همون روش هایی که نادرست هستش روی بیارن، اینها هم در ذهنیت جامعه به قول معروف مورد سرنگ قرار میگیرن و اعتبارهایی رو که دارن از دست خواهند داد. خواهیم دید که رسانه‌هایی که کار متین کردن، کار حقیقت جویی کردن، اعتبارشون در جامعه افزایش پیدا میکنه و اون جریاناتی که در واقع دروغ پردازی کردن، غلو پیوسته کردن، به مرور در واقع اعتبارشون کاسته میشه. و به خصوص این رو باید در نظر بگیریم که درسته که جامعه باید این سوال از خود بکنیم که جامعه چرا در جستجوی پذیرفتن خبرها و شایعه ها هستش، که این خود یه بحث دیگه است که چه بسا بپردازیم، ولی به هر حال اون بخشی که از جامعه
آگاه‌تر میخواد عمل بکنه، با دقت میخواد مسائل رو نگاه بکنه، احتیاج به چی داره؟ احتیاج به منابعی داره که منابع موثق هستن و برپایی هیجان‌های و تهییجات و پروپاگاند عمل نمیکنه، بلکه با دقت خبرهای صحیح رو انتقال میده. و به خصوص این که ما در دنیایی قرار داریم که سیستم‌های جاسوسی دولتی پیوسته در جهت مانیپولاسیون هستن، و برابر این شما به عنوان خبرنگاران و حرفه‌ای که در این زمینه عمل میکنید یک مسئولیت بسیار بزرگی دارین که از یک سو خبرها با دقت باشه و از سوی دیگه خود این افراد و این رسانه‌ها در واقع چی؟ در واقع به عنوان موضوع مانیپولاسیون سیستم های سیاسی و مافیایی و غیر ذالک در این جهان ما نشوند. بله، من شما را رجوع میدم به آماری که یا تیراج رسانه ها میبینیم که مثلا همین آمد نیوز در تلگرام یه زمانی به 1,800,000 رسید، الان هم یه چیزی نزدیک 1,000,000، و اشاره میکنم به دروغ هایی که مثلا دروغ های نجومی در میزان طلای کل دنیا مثلا یه چیزی زیر 200,000 تنه، در حالی که ایشون یعنی آقای روح الله عزم مطرح کرد که سپاه 600,000 تن طلا رو جابجا کرد. این خبر وقتی میره مردم به نظر من خیلی، اگه من بیام بگم نه بابا همینجوری میگه تو طرفدار رژیم هستی، این چیزی که این داره میگه درسته، یا این که میگه مثلا لاریجانی رفته استرالیا یه اسب خریده 700,000,000 دلار، من نمیدونم این 700,000,000 دلار رو اصلا میتونه بره استرالیا باید سواری بده، و یا این که مطرح میکنه که مثلا تظاهرات نشد، مثلا رفتن 300,000,000 دلار دادن به روسا و اوکراینیا، اونا اومدن ابرها رو باران کردن، به جای برف سیل اومد، مردم نرفتن تظاهرات کردن. یا اینکه مثلا حکومت توی لوله‌های شهری تهران جادو ریخته، مردم جادو شدن و نیومدن. این چیز بلنگو رو ببندیم، صدا پژواک میشه. آره، بنابراین وقتی میایین شما از حقیق، از کسایی که دارن مثلا رسانه هایی که فرض کن شما توی صحبت میکنین دو تا سه تا مثلا استاد دانشگاه میبینید تیراژ نمیخوره. چرا؟ برای این که من اینجوری دارم فکر میکنم که دروغ هر چقدر بزرگتر باشه پذیرشش برای مردم بیشتره، یعنی به اون دروغ ها بیشتر مراجعه میکنن. نظر شما چیه؟ چرا مردم علاقه دارن دروغ بشنون؟ مسائل مهمی در جامعه شناسی همین سوال شما هستش عزیز من، و این رو علل گوناگونی وجود داره. ببینید ذهنیت انسان یا مغز انسان از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از این بخش‌هاش مربوط به احساس، مربوط به هیجان‌ها و مربوط به ایموشن هستش. یه بخش دیگه از ذهن یا برای مغز انسان برمیگرده به یه به اصطلاح عمل کردی که توأم با اندیشه، توأم با رفلکشن، توأم با این عملکردی هستش که فرای احساس میخواد عمل بکنه و نمیتونه قبول بکنه آنچه که در سطح احساسی میشه. همیشه احساس و هیجانات در گام اول برای انسان مطرح خواهد شد. این به این خاطر که به در واقع به ناخودآگاه انسان رابطه داره، و به علاوه زمانی که ما بر پایه احساسا اقدام میکنیم، عمل میکنیم، خبری رو میشنویم و بلافاصله شارژ میشیم و بلافاصله با واکنش از خودمون نشون میدیم. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز این خبر به عرصه اصطلاح اندیشه و پژوهش و تخصص نرسیده. مسئله به قول برخی از فلاسفه مطرح میکرد که میکنن که در واقع اندیشه کردن خود خطرناکه. یعنی چی؟ یعنی که شما زمانی که میخواهید اندیشه بکنید، در واقع یا رفلکشن بکنید یا پژوهشی رو به عمقش میخواد حرکت بکنید، که بس رو در ابتدا ندونید، ولی که میتواند بسیار ترسناک باشه، زیرا به نتایجی برسه که در واقع این نتایج بسیار بسیار خطرناک برای فرد باشه. و به همین خاطر هانا آرنت میگه که اندیشه کردن خود خطرناک هست. حال زمانی که ما در عرصه احساس عمل میکنیم، احساسی که ما رو
به شوق در آورده، احساسی که ما رو به حرکت در آورده، در یک لحظه آنی در واقع این شوق حرکت ما رو به عملی میکشونه که این عمل نتیجه فکر، نتیجه تحقیق ما نیست. شما یه نگاه دیگه ای بکنید، در خاطرتون هست در ایران گذشته و امروز و حتی در جهان نسبت به صفحه حوادث در روزنامه ها همیشه یکی از پرخواننده ترین صفحاتی بود که در مجله ها مردم میخوندن، زیرا در اینکه کسی کسی رو کشته، کسی کسی رو مثلا زخمی کرده، نمیدونم ترور کرده، نمیدونم کلاهبرداری کرده و غیره داره، این انسان ها رو به هیجان در میاره. ما که بسا ندونیم که در پشت اون ماجرا یا عوامل مختلفی که اون قتل رو به وجود آورده چه بوده است، ولی در این لحظه این حساسیت هم اجازه نمیده و نمیخواد الزاماً بدونه که نتایج اجتماعی، نتایج که نمیدونم جامعه شناسی، نتایج روانشناسی که منجر به این شده چه بوده است و چه نبوده است. این فقط این واقعه رو نگاه میکنه و از این واقعه لذت میبره به خاطر اینکه حس اون رو، تهییج اون رو در واقع چی برانگیخته. و به همین خاطر هم هستش که در جامعه کسانی که به تهییج، به احساس خیلی توجه و مورد همه انسان ها البته هستش، ولی کسانی که در حوزه اندیشه، در حوزه فکر کمتر توجه میکنه یا اساسا استرکتور ساختار در واقع ذهنی اینها چنین پرورش و چنین آموزشی رو نداره، اینها به ناگزیر و به سرعت میتوانند قربانی پروپاگاند، قربانی در واقع سیستم های هیجانی و خبرهایی بشن که احتیاج به فکر نداره. شما خاطرتون باشه زمانی که ما نگاه میکنیم ایدولوژی هایی مانند ایدولوژی هیتلری، خب یک دروغ بود که مطرح میکرد که به اصطلاح نژاد برتری وجود داره و این نژاد برتر نژاد آریایی جرمن ها هستش که بر جهان باید چی غلبه پیدا بکنه. حال آنکه در همون زمان، در همون زمان در خود آلمان رژیم هیتلری افراد در واقع که مقدار بلوند بودن، مال در از تبار بلغاری و از تبار لهستانی و غیر ذالک بودن، بچه های کوچک و به اصطلاح شیرخواره رو در واقع اینا می دوزیدن یا چنگال پدر مادر در می آوردن، می بردن در درون زایشگاه های خودشون اینها رو پرورش می دادن که از اینها افراد هیتلری برجسته بسازن. و بنابراین سیستم پروپاگاندا اون منجر به چی شد؟ منجر به این شد که یک توده عظیم ره که در واقع به حول مسائل نژادی اینها میتونستن خود رو بسیج بکنن، یعنی دروغ، پروپاگاند، سیستم های گوبلزی و اینکه تکرار و تکرار صحنه آرایی کردن، نمایش ها دادن، همه و همه یک سیستم تبلیغاتی رو به وجود میاره که این سیستم تبلیغاتی ذهن انسان ها رو به سرعت مورد چی؟ مورد تأثیر قرار میده. پس بنابراین در ارتباط با پرسش مهمی که شما مطرح میکنید، این که چرا انسان ها به سوی در واقع این نوع به اصطلاح خبرها یا در واقع تبلیغات میرن، به خاطر اینکه احتیاج به فکر نداره. فکر یک ورزش مهم هستش، فکر یک آموزش هستش، فکر یک تربیت هستش. یعنی شما باید بگیرید خبرها رو برخورد بکنید، مقایسه بکنید، احتمالاً به جنبه‌های مختلفی توجه بکنی، ریشه یابی بکنی که تبدیل به فکر بشه. حالا که خبر اومده و به احساس شما مطبوع در واقع میادش و از اونجایی که مطبوع میاد یا شما رو تهدید میکنه، اوسیان رو شما رو در واقع برمی انگیزونه و به این ترتیب چه بسا از این مسیر هم در واقع فردی اسلحه به دست بگیره، چاقو به دست بگیره، بمب به دست بگیره و کارهای بسیار جنایتباری هم چه بسا انجام بده، چنانچه هستن و این کار رو میکنن در ایدولوژی ها، در ادیان های فناتیک و همچنین در مناسبات اجتماعی. این چنین واقعیت هایی هستش که بوده، وجود داره و خواهد داشت. من خب توی این مدت برخوردهای توی شبکه های اجتماعی داشتم، خیلی از دوستان مطرح میکردن که خب حالا شایعه باشه، جنگ روانی باشه، پروپاگاندا باشه علیه رژیم، چه اشکالی داره؟ و خب این مسئله پروپاگاندا و شایعه، مثلا زمان شاه هم بود میگفتن 150 هزار تا زندانی سیاسی هست، در صورتی که 2-3 هزار زندانی سیاسی وجود نداشت، یا اینکه 17 شهریور 15 نفر کشته شدن گفتن 3 هزار نفر، حتی مثلا زلزله تبس مثلا گفتن که شاه رفت با روسا
توافق کرد که اونجا تو ترکمنستان انفجار هسته‌ای بشه و این زلزله ناشی از زلزله تپه سمانشان ناشی از انفجار هسته‌ای بوده. ما درست 50 سال بعد میبینیم که کرمانشاه زلزله میشه، میگن که این سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی انفجار هسته‌ای داد. خب ببینید، من شما اشاره کردیم به پروپاگاندا. ما اینجا دو تا مسئله داریم جناب ایجادی. یکی احزاب سیاسی داریم، یه سری رسانه های دموکراتیک داریم. وظایف رسانه ها با وظایف احزاب فرق داره. حالا احزاب یا بگیم پروپاگاندا را اگه معنی بدیم به تبلیغات سیاسی یا جفسازی سیاسی، شاید تا حدودی مثلا بگیم خیلی خوب، ولی واقعیت اینه که همه این جریانات خودشونو خبرنگار معرفی میکنن، مثلا میگن آمد نیوز، آوا تو دی، نمیدونم فلان. بعد خب خودشون هم دست به شدیدترین پروپاگاندا یا فک نیوز، اخبار جعلی میزنن. اصولا سوال من اینه که شما نگاهتون به اخبار جعلی، شایعه و پروپاگاندا در دو قسمت، هم در قسمت احزاب و هم در قسمت رسانه‌ها، رو می‌خواستم از شما بپرسم. ببینید، من فکر می‌کنم در هر دو زمینه در واقع مسئله پروپاگاند منفی هستش و در واقع قابل انتقاد هستش. وقتی ما صحبت از پروپاگاند می‌کنیم، یعنی در واقع نوعی ایدئولوژی سازی، یعنی نوعی قلوف کردن. پروپاگاند بر پایه واقعیت‌ها نیست و فاقد اخلاق هستش. پروپاگاند فقط در جهت بسیج هستش و در جهت در واقع آپیدن ذهنیت جامعه هستش. پروپاگاند در جستجوی تأثیر گذاشتن غیر عقلانی در سطح جامعه هستش که افراد رو بسیج بکنه، به پشت در واقع یک نیروی سیاسی یا قدرت سیاسی بکشونه و یا در ارتباط با رسانه تبلیغات آنچنان باشه که این به اصطلاح رسانه احتمالاً درآمدش یا تعداد تیراژش احتمالاً بالا بره و برای خودش نوعی پرستیژی در اجتماع داشته باشه. ببینید، مسئله پروپاگاند یه زمانی هستش ما از اخبار صحبت می‌کنیم، خبرها، داده‌های خبری. که این داده‌های خبری این که دو تا حزب با هم ائتلاف کردن، فلانجا زلزله اومده، میزان گرانی 40% نسبت به سالی گذشته بالا رفته، همه اینها به تبع باز نتیجه‌گیری باید کرد که یعنی مستلزم در واقع اندازه‌گیری هستش، مستلزم دقت هستش. ما نمیتونیم بگیم که به فرض جمهوری اسلامی به فرض میزان تورم هزاران هستش. نه، خب این چنین چیزی واقعیت نداره، به خاطر اینکه میدونیم که یک تورم بسیار سنگینی هستش، از بین بر اساس ارقام بانک جهانی از 20% تا 40% بهتر کردن و حتی فراتر از این. امروز به زندگی عادی مردم که ما توجه میکنیم، میبینیم که به چه سرعتی این تورم ها بالا میره و بنابراین این واقعیت ها رو نمیشه در این حال، شما نباید خودتون واقعیت جدیدی تولید بکنید. ما زمانی که واقعیت جدیدی میخوام تولید بکنیم، میافتیم به همون پروپاگاند، میافتیم به همون چی؟ به همون دروغ و غیر واقعی عمل کردن. در عرصه سیاست، در عرصه احزاب سیاسی، شما توجه بکنید، فقط احزاب سیاسی میخوان علیه جمهوری اسلامی مبارزه بکنن. خب این مبارزه باید تابع یک اخلاقی باشه. آخه ما میگیم که این جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها دستخوش فساد هستش. فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد محیط زیستی، فساد اداری، فساد اخلاقی که اینها دارن پخش میکنن در جامعه. خب این فساد در ضمن چیست؟ همین تمامی سیستم شبکه‌های تبلیغاتی اینا رو نگاه بکنید، چه سیستم‌های نهادهای در واقع مذهبی اینا رو بگیرید و همچنین رسانه‌ها، پر از دروغ، پر از خرافه هستش و هرگز اجازه نمیدن که یک نقد آگاهانه در مجرای این مجموعه رسانه‌ها صورت بگیره. پس این بیان چی؟ بیان فساد. زمانی که شما مانع انتقاد میشید، مانع این میشید که ایده های شما مورد بررسی قرار بگیره و به توأم با فشار، توأم با سرکوب عملا در واقع پروپاگاند خودتون رو به مردم میخواد تحمیل بکنید، این یک مکانیزم در واقع کاملا فاشیستی و کاملا استبدادی هستش. پس بنابراین حالا این رژیمی که با این منیت و با این رفتار داره زندگی میکنه، با این خبرها چنین رفتارهایی رو داره و هرگز جمهوری ایران هرگز به مردم ایران واقعیت ها رو نگفته،
شما نگاه بکنید در زمینه مسائل اتمی، چه موقعی جمهوری اسلامی ایران از همون ابتدایی که آغاز به این فعالیت ها یه مخفی کرد، حتی بحث راجع به مسئله پرونده اتمی، بحثش اینکه اتم خوب است یا نه، این ممنوع بود، این در واقع اجازه نداشت کسی که در روزنامه ایران بنویسه. به این خاطر شما الان در نظر بگیرید ما چه حقایقی رو از دادگاه مربوط به روحانیت شما در جامعه ایران میدونید، چه حقایقی رو در ارتباط با بیت امام میدونید، چه حقایقی رو در ارتباط با تمام این خانواده های آخوندها و چاپیدن هاشون میکنید و میدونید، جز اینکه اخبارهایی که این بر اون بر پخش شده و احتمالا اینا نتونستن کنترل بکنن. پس بنابراین اگر رفتار اونها فسادانگیز هستش، نیروهای اپوزیسیون ایران نمیتونن به اون رفتار، نباید به اون رفتار عمل بکنن. اگر عمل بکنن هیچ مسئله نیست، یک واقعیت اجتماعی است. یعنی چه مسئله نیست؟ یعنی من معتقد هستم که اون ماهیتی که رژیم داره به لحاظ فسادش، چه بسا همین ماهیت هم در درون بخشی از اپوزیسیون موجود باشه. شما به این خاطر است، به این خاطر که اپوزیسیون هستی پاک نیستی، به خاطر اینکه اپوزیسیون هستی دموکرات نیستی. فرصتی اگر باشه و فلان جریان اگر به قدرت برسه، همون مناسبات، همون رفتاری رو چه بسا انجام بده که جمهوری اسلامی میکنه. پس برابری ما دقت بکنیم که مسئله، یعنی کلام اپوزیسیونی، این پاک کننده افراد نیست. بنابراین اون چی که ملاک این افراد باید باشه یا این جریانات باید باشه، خط مشی سعیشون، یعنی به هر حال خط مشا بر اساس گرایشات مختلفی هستش، این رو دیگه برمیگرده به سلیقه ها و برمیگرده به معیارها و نزدیک های بینشی ما، ولی در رفتار اجتماعی خود اگر مانند رژیم جمهوری اسلامی میخوان عمل بکنن، در رسانه های خودشون انواع اقسام شگرد های پروپاگاندی رو در واقع اجرا بکنن، خب در واقع من شخص شهروند هرگز بهشون اعتمادی نخواهم کرد، زیرا اعتماد افراد شهروند آگاه نسبت به جریان هم بر اساس خط مش و پروژه های اونها برای سوسیال جامعه هستش، هم بر پایه اینکه اخلاق این آدم ها چی هستش، اخلاق در درون حزبشون، اخلاق در منش های در واقع اجتماعی و سیاسیشون، و اخلاق در ارتباط با احزاب دیگه کسی. این یک مطلب. دوم در ارتباط با رسانه هم به همین ترتیب، تمام رسانه هایی که ما امروز در آمریکا داریم، در فرانسه داریم و در کشورهای مختلف داریم، شما برید دقت بکنید، رسانه‌هایی هستن که به عنوان رسانه‌های در واقع طرفدار حکومت معروفن، رسانه‌هایی هستن که به عنوان رسانه‌های پوپولیستی معروف هستن، رسانه‌هایی هستن که اینا رو به عنوان رسانه‌های پروپاگاندهای عادی اینها رو معرفی میکنن. آقای ترامپ در جامعه آمریکا، یکی از ویژگی‌های جریان ترامپ چی بود؟ همون مسئله به اصطلاح کنتروورتی، یا به هر حال بهش میگن پرا حقیقت یا پست وریتی، این هستش که چگونه شبکه‌های در واقع اجتماعی خاصی ایشون و در همچنین رسانه‌های عمل کردن به شکل بی سابقه در ارتباط با تبلیغات ایشون عمل کردن، و نظر ایشون زمانی که مطرح کرد که چی، که به عنوان نمونه که مسئله محیط زیست این یک توطئه هستش که چینی ها به وجود آوردن، این درست نیست، این واقعیت نیست. بنابراین کنفرانس بین‌المللی که در پاریس صورت گرفته بود، این در واقع بیهوده هستش و آمریکا باید ازش خارج بشه. بنابراین کسانی که پشت آقای ترامپ بودن و تمایل به رأی به اون داشتن، بسیج شدن، گفتن ایشون حقیقت رو میگه، و بنابراین گفته های آقای ترامپ در زمینه مسائل محیط زیستی که در واقع واقعیت‌های علمی رو رد می‌کرد، تبدیل شد یک به عنوان یک در واقع دروغ به حقیقتی تبدیل شد، یا پست بریده‌ای فرا حقیقتی تبدیل شد که افرادی که به ایشون رأی دادن رأی دادن و ایشون به هر حال برنده شد. به این خاطر هستش که در زمینه مسائل مربوط به رسانه‌ها، من فکر می‌کنم به رسانه‌ها از همون اخلاق اجتماعی نمی‌توانن دور بشن. اگر شما گفتید داشتید یه آماری میدادید، همین آمار چه بسا من میدونم دور برای خودم هست، فلان جریان به اصطلاح که خیلی گاه میبینید که تعدادی بیننده ها میره بالا، بعد از یه فرجه زمانی اگر نگاه بکنید، اگر رفتار اینها مناسب نباشه، اگر توامه با دروغ باشه، خب میگن که به هر حال رژیم که دروغ میگه، اینها هم که به عنوان جریان سیاسی دروغ و پروپاگاند دارن، اونم که به عنوان یک
رسانی در واقع خارج کشوری در واقع همون پروپاگاند اینا دارن. پس بنابراین این چه نتیجه خواهد داشت؟ نتیجه این که از اون دور بشن. به علاوه و این نکته آخر، شما به عنوان رسانه مسئول و یا یک حزب مسئول در سطح جامعه از طریق پخش خبر چه کاری دارید میکنید؟ دارید در واقع نوعی فرهنگ سازی میکنید، دارید نوعی آموزش رو در سطح جامعه پخش میکنید، نوعی آماده سازی برای اینکه ذهن افراد موجود در جامعه آماده بشه برای کشف واقعیت‌های جدیدی در این جامعه. و زمانی که در این اخلال میکنید در ارتباط با وظیفه خودتون رو که به عنوان خبررسانی و نجات دادن به جامعه که در واقع افراد جامعه شهروندان نسبت به توطئه‌ها، نسبت در واقع به زشتی‌ها، نسبت به تمامی جنبه‌های سیاه زندگی و استبداد مطلع بشن، عملاً با اختشاشی که به وجود میارید برخلاف اون در واقع هدف اصلی که باید باشه آگاه سازی جامعه عمل میشه و بنابراین این به ضد خودش تبدیل خواهد شد. من قبل از اینکه سوال بعدی رو طرح کنم یه سوال کوچولو دارم. شما در فرانسه زندگی میکنید، اگه یه روزنامه دروغ بنویسه دادگاه باش چه خواهد کرد؟ بسیار سوال خیلی جالبی هستش. شما مطمئن بگید یعنی روزنامه‌هایی هستن که روزنامه‌هایی که به لحاظ مثلا به فرد نزدیکی‌های فکری با چی دارن؟ با مثلا جنای راست دارن. به عنوان نمونه فیگارو. فیگارو خطش به شکل تاریخی تمایل به جناح راست داره. به عنوان نمونه وقتی که به فرض پروژه هایی که جناح راست احزاب راست مطرح میکنن اینها رو در واقع در تیتر اصلی قرار میده، نگاه هایی که درش وجود داره رو به اصطلاح میان توضیح میدن که چه این رفرم خوبی هستش، چه پروژه خوبی هستش، چه به اصطلاح قانون خوبی هستش و غیره. داره روزنامه هایی وجود دارن مانند روزنامه های به فرض لیبراسیون که لیبراسیون روزنامه‌ای بود که توسط در واقع ژان پل سارت به وجود آمدش و این روزنامه تمایل به چپ داره. تمایل به چپ یعنی چی؟ یعنی تاکید میکنه رو مسائلی که مربوط به جنبه‌های اجتماعی در این جامعه هستش، تاکید میکنه روی مسائلی که باید در واقع این شکاف‌های طبقاتی محدودتر بشه، تاکید میکنه به اندیشمندانی که دارای گرایش چپ هستند و غیره. یک روزنامه دیگه دارید مانند لومون. لومون در واقع یک به اصطلاح رسانه در واقع بیشترین ابجکتیویته و بیشترین در واقع دقت رو داره و به عنوان یک روزنامه ای که نه راست عمل میکنه نه چپ میخواد عمل کنه اون وسط حرکت داره میکنه. البته خب بعضیا میگن که خب به هر حال این هم داره نوعی تمایل است، مسلمه، یعنی انسان ها و از جمله روزنامه‌نگاران که فاقد تمایل نیستن. ولی آنچه که مهم هستش اینه که تمامی اخبار بدون اینکه شما در واقع اینها را سرن بکنید یاد تمام اخبار پیگیری باید باشه، تحقیق باید شده باشه، رفته باشه اینها با دقت. وقتی شما یک رپورتاجی رو یک گزارشی رو در یک صفحه لومون میبینید این چنین رپورتاج و صفحه‌ای که داره در ارتباط مثلا با سیستم دادگستری فرانسه داره تولید میکنه، اگر چنانچه این با در واقع خبرسازی دروغ توأم باشه بلا فاصله همون فرداش توسط تمام جامعه سیاسی، جامعه روشنفکری، جامعه در واقع مربوط به رسانه ها و روزنامه نگاران انگشت نما میشه و پدر این نشریه در خواهد آمدش. حتی اونجاهایی ممکنه به اصطلاح کمبودهایی در نوع به اصطلاح تحقیقات که میکنن وجود داشته باشه که این بارها رسیده و میرن به هر حال چه بسا در دادگاه علیه شکایت میکنن. ولی که اونجایی که بخواد خبر خبرسازی باشه و این خبرسازی چنانچه در سطح جامعه پخش بشه این دیگه در واقع قیامت به معنای غیر به اصطلاح مذهبیش من مورد نظرم هستش. یک شرایط بسیار بسیار سختی رو برای این حساب برای این گزامه ها به وجود بیارن. بنابراین نه فیگارو نه لیبراسیون و نه در واقع لومون هرگز در جستجوی خبرسازی نیستن. تمایلات سیاسی از خود بروز میدن ولی اینکه جعل خبر بکنن نه خیر، هرگز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یک اتیک پروفسیونل، یک اتیک حرفه‌ای دارن و به علاوه هزاران چشم
هزاران در واقع منقه در این جامعه داره اینا رو نگاه میکنه، این رو جامعه میپذیره که این تولرانس رو داره، این در واقع متانت رو داره که بپذیره که فلان جریان فلان به اصطلاح روزنامه تمایلات به فاز راست مانند فیگارو، ولی که این که فیگارو یا لومون اینها جعل خبر بکنند و اینو پدرشون در میارن. به عنوان نمونه خدمتتون عرض بکنم، یکی از روزنامه نگاران که در واقع در تلویزیون فرانسه در چند سال پیش رفته بود در واقع یک گزارشی تهیه کرده بود از با مصاحبه با فیدل کاسترو با اومد به پخش کرد این حرفا، بعد متوجه شدن که این در واقع در حضور مستقیم فیدل کاسترو نبوده و این بابا در واقع مجبور انقدر به این انتقاد کردن که تمام زندگی شغل اینها رو این بابا رو بردن رو هوا و طرف مجبور شد که چی استعفا بده و بره پیکارش. بنابراین شما نمیتوانید خبرساز و جعل پرداز باشی و دین در این جامعه فعالیت خود رو نگه دارید و ادامه بدهید. و به همین خاطر استش که روزنامه نگاران ما که در دوران گذشته تمایلات استبدادی بوده، چه بسا کمبودهایی در به هر حال آموزش‌هاش که بسا بوده باشه، در دوران جمهوری اسلامی که خب به طب نمیتونه آنچنه که باید شاید پرداخت لازمه حرفه‌ای صورت بگیره، ولی امروز ما در جهانی قرار داریم که این اتیک روزنامه نگاران یک اتیک جهانی هستش. بنابراین روزنامه نگاران باید حتما این اخلاق حرفه‌ای رو رعایت بکنن. این که چون رژیم بدی میکند و پروپاگاند میکند، این حس و یا در واقع این رسانه ها نباید به روش حکومتی رفتار بکنن. اگر چنین رفتاری بکنن خود سازندگان فساد و بداخلاقی در جامعه خواهند شد. خب من یه تیکه میخواستم بگم، کلم یک روشی که الان توی خبری هست اینه که طرف تحلیل میکنه، از این تحلیل تبدیل میکنه به تولید خبر، یعنی بعد خواننده‌ام یا بیننده‌ام اصلا متوجه نمیشه که این تحلیل اون شخص خبرنگار یا مفسر بوده به عنوان خبر تولید. اما از این بگذریم، شما صحبت از فساد کردین، من خیلی رک و روشن میخوام یه سوالی بکنم، چون هرچی دزدی میشه تو جمهوری اسلامی خب ماها افشا میکنیم. حالا ببینید، واقعیت اینه که خیلی از رسانه‌ها هست در خارج کشور، اینا کلن مالا تلویزیونه نمیدونم مالا هرچی دم دستگاهی که دارن، خب نشون میده که اینها منابع مالی خودشون رو روشن نمی کنن. یعنی بگن آقا ما این پولو از این کشور گرفتیم، یه تلویزیون زدیم، این هزینه ما، این حقوق ما، و مردم حالا این که اختلاف هست خب باشه، ما میخواییم این تلویزیون رو را بندازیم به مردم گزارش مالی بدن. الان انگار تبدیل شده به بیزینس. من نمیدونم مثلا اون طرف میگه فلانی توی نمیدونم امریکا 300 هزار دلار گرفته، اینه که 15 میلیون دلار از جمهوری اسلامی گرفته که تلویزیون بزنه، اون فلان رسانه مشخص نمیکنه که فرض کنیم شبکه بیان، نمیدونم شبکه فلان. خب بیان، یعنی در این باره چی میگین آقای ایجادی؟ یعنی چون دیکتاتوری هست و دیکتاتورها ممکنه استفاده بکنن از شفاف سازی ما، پس ما اون رو پنهان کنیم؟ بله، این هم باز یکی از ویژگی‌های برها جامعه روزنامه‌نگاری و حتی سیاسی ایرانیان هستش. اجازه بدید یه نکته قبل از اینکه به این نکته آخر بپردازم به ذهنم خطور کرد، الان ماجرای الجزایر رو در نظر بگیریم و آقای بوتفلیقه. تمامی روزنامه‌های داخلی الجزایر از اینکه تظاهرات در این مملکت هستش خودداری می‌کنن، از اینکه خود سیستم در واقع خبری خبر تظاهرات رو پخش می‌کنه خودداری می‌کنه، و حتی در ارتباط با خود بوتفلیقه که امروز به ظاهر در سوئیس هستش و وضعیت دقیق سلامتیش چی هستش و غیرزاله، جز قلو و جز در واقع گزافه‌گویی کار دیگه‌ای نمی‌کنن. خب این به نفع چیه یا به ضرر چیه؟ اگر امروز مردم میریزن توی خیابون در این جامعه که جامعه بسته هستش، در ضمن به هر حال
به قول معروف به اینجا رسیده. یعنی چی؟ یعنی که نمیتونن تحمل بکنن که تا چه میزانی فردی رو که بعد از 4 دوره انتخاباتی میخواد انتخابات پنجم رو وارد بشه و در حال در واقع شرایط بسیار بسیار خطرناک و در لحظه تبسا مرگ قرار گرفته و اینجا ناتوانی کامل هستش، یک سیستم اهریمنی و مافیایی که در پشت ایشون واسده داره اعلام میکنه که به این در واقع باید رنگ داد. به این خاطر هستش که این یک دروغ آشکار هستش، آشکاری که در واقع نوعی دهنکجی که چند کنید، یک نوع در واقع به صلاح تو دهنی زدن به ملتی هستش که احتیاج داره در این جامعه جهانی از حداقل حقیقت برخوردار بشه. یا مثلا در ارتباط با سلامتی آقای خامنه‌ای، شما چه اخباری رو تا به حال به طرز دقیق و روشن شنیده؟ هیچ. اینا هم پیوسته مخفی کار هستند و غیر روزاره. این یک نکته. ولی در ارتباط با مسئله مهمی که شما مطرح میکنید، ما امروز به هر حال اگر بگیم به شکل خیلی خلاصه در ارتباط با پیوند رسانه ها با مسئله مالیشون، با منابع مالیشون رو میشه به سه گروه چه بسا مثلا تقسیم بکنیم. یک گروهی که وابسته هستش عملا به سیاست های بین‌المللی یا دیپلماسی کشورهای مختلف مانند آمریکا، انگلستان، آلمان و غیره و یا هلند، این هر دار. که اینا در واقع بر اساس بودجه‌ای که این دولت‌ها قرار دادن، که خود این بودجه دارای هدف استراتژی معینی هستش، که گاه این بودجه‌ها در ارتباط به فرض حمایت از نوع اندیشان دینی هست یا حمایت از اصلاح طلبان هست یا نوعی در واقع همسویی با این جناح یا اون جناح حکومتی داره، این در چارچوب استراتژی‌های این کشورها قرار می‌گیره و بر این پایه هستش که اینها بودجه می‌ذارن و برها یک کار به اصطلاح بسیار سنگینی از نظر بودجه رو در به اصطلاح ساماندهی کردن و افرادی هم که به هر حال میرن کار میکنن، افرادی به طبع دارای به اصطلاح قدرت حرفه‌ای هستن، یک واقعیتی هستش. ولی کن چه بسا خطوطی در اون فضای عمومی هر کدوم از این در واقع رسانه‌ها بهشون عملا تحمیل میشه. یعنی به عنوان نمونه اگر به فرض دوای آمریکا هر مطلبی در اونجا شما نمیتونید مطرح بکنید، یا مثلا بی بی سی انگلیس رو هر مطلبی رو در واقع نمیتونید اونجا مطرح بکنید و کسانی هم که در واقع دعوت میشن بر پایه نوع مطلب اینها دستچین میشن و خیلی امر روشنی است، زیرا به نحو مستقیم یا غیر مستقیم یا نوعی بر پایه خودسانسوری و نوع استنتاجی که روزنامه‌نگاران از اون سیاست مالی که در پشتش هستش اولا شیوه کارشون به این ترتیب جلو میبرن. به طبع انسانهایی هستن که دارای تجربه هستن، انسانهایی هستن که دارای اخلاق هستن، انسانهایی هستن که با به اصطلاح دقت هم کار میکنن، ولی اون قلمها و اون به اصطلاح فضای عمومی نوعی جهت‌دهی به اینا میده. این یک گروه اول هست. خب بنابراین ما میدونیم که منابع و درآمدها از کجا. یک بخش دوم هست که این بخش دوم رسانه‌هایی هستن که منابع مالیشون رو ما اینجا اونجا میشنویم. یعنی گفته میشه به فرض از شیخ نشینان خلیج فارس میاد، این که از عربستان میاد، این که نمیدونم از اینجا اونجا میاد میشنن، که در این زمینه در واقع تاریکی و عدم شفافیت خیلی بالا هست. یعنی چی؟ یعنی که به هر حال پشت این به اصطلاح بودجه ها چیست؟ آیا اهداف اقتصادی صرف هستش به فرض این عنوان یک بازار رو نگاه بکنن برای ایرانیان و به این ترتیب یک شبکه به پا بشه که این شبکه از طریق برنامه ریزی هاش و غیرگذاره اینها برای خودشون به منافع خاصی برسن، به یک پرستیج خاصی برسن و یا یک فشاری علیه حکومت جمهوری اسلامی به وجود بیارن؟ و بنابراین در این زمینه شفافیتی وجود نداره و ما نمیبینیم که در واقع کی از کجا دقیقاً به هر حال امکانات مالی داره و این امکانات مالی عملاً چه به اصطلاح اجبارهایی رو برای این روزنامه‌نگاران و یا این رسانه‌ها به وجود بیاره. حال چه بسا این اجبارها نسبت به تک تک افراد نباشه البته، ولی اون خط عمومی رسانه رو من مورد نظرم هستش. بنابراین این بخش دوم هستش که ما با نوعی عدم شفافیت بسیار پررنگی مواجه هستیم. یه بخش سوم هم هست
که در واقع رسانه‌های مستقل هستن. این رسانه‌های مستقل با امکانات فردی، بودجه‌های بسیار محدود و یا کمک‌هایی که انجا اونجا از طریق شهروندان میشه و یا ممکنه حتی برخی افراد خیرخواه ایرانی باشن که کمک کار میکنن، اینها هم فصل سوم هستن که البته اینها معمولا برد عملیاتشون محدودتر هستش نسبت به اون دو گروه اول، ولی آنچه که مهم هستش اینه که به طور عموم آزادی فکری در این بخش سوم بیشتر هستش. یعنی بحثایی هم که صورت میگیره همه گونه بحثی هست، ولی در ضمن بحثای عمیق و پایه‌ای با زمان لازم مورد برخورد قرار میگیره و این یکی از مشخصات و شایستگی هایی هست که به طور عمده اون دو گروه قبلی ندارن، زیرا اون دو گروه قبلی خیلی تمرکز، البته گاهی برنامه هایی هم هستش که برنامه های بحث هستش، ولی به طور عمومی در جانب و در جهت مسائل روزمره جامعه حرکت میکنند و خبر مطرح میکنند و تحلیل و تفسیر میدن به یک. حالا که گروه سوم در میان گروه سوم از جمله کسان یا رسانه‌ای وجود داره که از نظر کار به اصطلاح کیفیشون برجسته‌تر هستش، ولی کن محدودیت مالی دارن و این محدودیت مالی هم این هستش که چون افراد خیرخواهی هستن، چون دلش میخواد که فعالیت در واقع رسانه‌ای بکنه، یه اشتیاقی داره، یه علاقه‌ای داره و به یک ترتیب خودشو به این سمت کشونده و بنابراین اینها چه بسا احتیاج دارن که کمک مالی بشه و کسانی هم که میتونن کمک مالی بکنن به اینها واقعا باید بکنن، زیرا به هر حال در این سه گروه که ما در نظر بگیریم یکی از مسائل حیاتی مسئله به هر حال امکانات مالی هر کدوم از اینها هستش. فردی که تمام زندگیشو یعنی در این گروه سوم داره در برنامه‌های مختلفش میذاره، خب بالاخره یا بازنشسته هستش یا هنوز در کنار کار فعالیت شغلیش داره در زمین کار هم میکنه، ولی به هر حال زمانی که پشت این میکروفون قرار گرفته درآمدی نداره. حالا که در مورد اون دو گروه اول درآمدها و گاه درآمدها بسیار بالایی وجود داره، من شنیدم مثلا برای برخی ها حتی در نظر میگیرن که حقوق های ماهانه حدود 5000 و 6000 و حتی 10000 من شنیدم، حالا 10000 یورو نمیدونم تا چه میزانیش واقعیت یا به هر حال شایع باشه، ولی به هر حال به عنوان خبرهایی که جسد و گریخته به انسان به ما هم میرسه من اینو دارم تکرار میکنم، ولی به هر حال بیان این هستش که قدرت مالی اونها بالا هستش. به این خاطر هستش که من فکر میکنم که حتی این گروه سوم اگر در واقع امکان مالی نداشته باشه حداقل این شک و ظن نسبت به اینها وجود چی نداره. ممکنه بهشون اعتقاداتی داشته باشن از نظر سیاسی، این که فلان جریان مثلا راجع به فدرالیست صحبت زیاد میکنه، این که به اون فلان فرد بیشتر فرصت میده که حرفای خودشو بزنه، نوعی تبلیغات و پروپاگاندا تبدیل میشه، یا اینها هست البته اینا، و این خودش دقتی دیگه رو میطلبه که جنبه های حرفه‌ای و جنبه های کیفی و برنامه های خوب و زیبا هم متنوع هم دارای کیفیت اندیشه‌ای به هر حال فراهم باشه اینا. ولی که آنچه که واقعا مهم هستش اینه که در بخش اول من به عنوان یک شهروند وقتی نگاه میکنم، خب خیلی از افراد روشنفکر یا دانشگاهی یا میرن شرکت میکنن به خاطر، نه به خاطر اینکه وابستگی ذهنی به اونها داشته باشن، ولی به خاطر اینکه از امکانات رسانه‌ای برای طرح نظرات خودشون مطرح میکنن. و کسانی هم که باز در ارتباط با گروه دوم میرن، بسیار از افرادی که میرن و قبول میکنن به عنوان مهمان، باز از زاویه در واقع نقطه نظرات خودشون هستش. حال برخی ها هستن که از این طریق هم در ذهن دارای درآمدهایی میتونن باشن دو یک ها، حالا که در بخش سوم در واقع نه خود اون رسانه دارای پول هستش و نه افرادی که در واقع میان درش صحبت میکنن الزاماً خواهان درآمد پولی هستن، بلکه یک رابطه در واقع به نحوی به اصطلاح همکاری های متقابلی هست برای خدمت به جامعه از طریق انتقال خبر، تفسیر خبر و به اصطلاح شرکت در مباحث مهمی که جامعه ما گریبانگیرش هست. بله خسته نباشید دوستان، اگر سوالی داریم بنویسین. البته من اینجا میبینم دوستان یکی دوتا سوال هست، من خودم هم هنوز سوالاتم تموم نشده، ولی ترجیح میدم سوالی که از خواننده ها رو از بیننده ها رو در واقع بخونم. خانم مرضیه طاهری نوشتن که، یعنی خطاب به شما،
شما لومون و فیگارو فرانسه را با مخبرین ایرانی و شرایطی که در ایران موجود است مقایسه می‌فرمایید؟ نه، قصد من مقایسه نیست، قصد من دادن این نمونه هستش. یعنی ما در همه زمینه‌ها احتیاج به نمونه داریم که اگر نمونه ها خوب و مثبت باشن، خودمون رو به سمت اون نمونه ها در واقع باید چی ارتقا بدیم. یعنی شما در نظر بگیرید ما کشورهای اروپایی رو داریم که در این کشورهای اروپایی پارلمانتاریسم وجود داره، دموکراسی وجود داره، آزادی وجود داره، آزادی مطبوعات وجود داره. حال زمانی که مقایسه می‌کنیم با جامعه خودمون که جامعه استبداد دینی هستش و در واقع این آزادی ها وجود نداره، پس بنابراین وقتی نمونه این کشورهای در جهان غرب رو می‌گیم به این معنا هستش که نگاه بکنید چیزهای بهتر نسبت به جامعه ما میسر هستش. حال ممکنه همین چیزی که من میگم مناسب هستش و بهتر هستش افرادی معتقد باشن که نه، به فرض به عنوان نمونه که این کشورهای نمودار سرمایه‌داری هستن و به هر حال بد هستش و باید رفت به طرف کمونیسم و غیره زارید. من این ایده رو ندارم. من فکر میکنم که رژیم دموکراسی علاوه تمام نواقصی که در این رژیم ها وجود داره، علاوه تمام نارسایی هایی که در این رژیم ها وجود داره، علاوه رغم این همطور که ریمون آرون هم مطرح میکرد، با جزء بهترین رژیم ها در جهان هست و به این خاطر هستش که در درون اینها پویایی وجود داره، تناسب قوا وجود داره، امکان در واقع بهبود وجود داره. پس بنابراین در مقایسه با جمهوری اسلامی من در واقع توجهم به این کشورها هستش، نمیگم پس بنابراین این عین اون هستش، میگم ما در ارتباط با جامعه ایران میتوانیم به جوامع پیشرفته تر نظر داشته باشیم. در مورد رسانه هم به همین ترتیب، رسانه‌هایی که در ایران وجود دارن در چارچوب نظام ولایت فقیه نمیتوانن هرگز آزاد باشن، نمیتوانن جنبه های حرفه‌ای لازم برخوردار باشن. عناصر صادق هستن، عناصری هستن که دارن تلاش میکنن. ما باید دقت داشته باشیم، همه رو به یک چوب نرانیم، ولی که در مجموع نسبت به اون امر حرفه‌ای که در کشورهای مانند فرانسه یا جاهای دیگه البته وجود داره، خب به هر حال ما وقتی مقایسه داریم بکنیم، شما مقایسه بکنید روزنامه‌ای که در ایران هستش، به عنوان نمونه شرق هستش، کیهان هستش، اطلاعات هستش، قیروزاله، هر کدوم از این مثلا نشریات یا روزنامه‌ها در برابر یا در مقایسه با روزنامه‌ها و نشریاتی که به فرض در فرانسه، در هلند، در انگلستان هستش، از نظر به اصطلاح اخلاق کاریشون برابری ندارن. اینها در واقع در یک فضای دیگه هستن. عناصری که کیهان و اطلاعات رو میگردن عناصری هستن یا وابسته مستقیم به سیستم حکومتی یا وابسته به اصلاح طلبان هستن یا خود اونها دارای افکار خرافی هستن و بنابراین جز مواردی که جنبه های تخصصی داره به طور عموم در یک فضای حرکت میکنن که این فضا در راستای امر آزادی ها و دموکراسی عملا عمل نمی کنه و ابژکتیویته لازم رو هم ندارن، زیرا این روزنامه ها زمانی که فقط یک نظر رو پخش میکنن، امروز الان به عنوان نمونه راجع به آقای رئیسی صحبت هستش که آقای رئیسی داره میادش و احتمالا مثلا مسئول جدید سیستم به صلاح قضایی در ایران شه. کسانی مانند اصلاح طلبان در شهر، شما بیایید و ببینید چه بهبه و چهچهی برای آقای رئیسی دارن میزنن، که خود این اصلاح طلبا که دیروز در واقع بهش انتقاد میکردن میگفتن که اصلا قیافه شیکی داره، خیلی جالب هستش. عناصر البته این تری دارن تبلیغ میکنه، این خبر نیست. راجب رئیسی اگه بخواد خبر باشه، تمام پرونده های رئیسی رو در قتل به اصطلاح زندانهای سیاسی باید مطرح بکنن، در ارتباط با نقشش در موقعی که دادستان بوده باید مطرح بکنن، در ارتباط با نقشش و در ارتباط با به اصطلاح آبسان قدس و تمام فسادی که هستش باید مطرح. همین زمینه ها که خاموشه، حالا که چنین مواردی در نظامی جدی و حرفی فرانسوی هرگز نمیتونه چی زیر در واقع خاک و مثلا قبار پنهان بمونه. اینجا حرفی وجود داره، یه اتیکی وجود داره و یک کنترل متقابلی وجود داره و یک خواهشی در سطح اجتماع وجود داره که در واقع اینها رو در یک فضا و یک در واقع روند دیگه قرار میده. ما دیگه در واقع به پایان برنامه رسیدیم، ولی یه سوال هم مونده. من به تمام موزیگیری هایی که در رابطه با همین به اصطلاح مستند صدا و سیما در مورد رول زن و
آمد نیوز که اومد خیلی دقت کردم چه کسایی چجوری موضع میگیرن. از جمله آقای علیرضا نوریزاده خیلی پدرانه با روح الله زم صحبت کرد و فلان اینا، که خودش هم اشاره کرد که من هم توی اون سردار مدحی، که البته همچنان مطرح میکنه که این واقعی بوده ولی دخترش گرفتن و فلان، مجبور شد برگرده. بعد برگشته به این میگه که ببین همه اینو فراموش میشه و واقعا هم همینه، یعنی هم روشن فکر ما حافظه تاریخی نداره، هم مردم ما حافظه تاریخی ندارن. و من الان نگاه میکنم نه احزاب سیاسی اومدن موضع‌گیری کردن، نه شخصیت بعضی هم که اومدن موضع‌گیری کردن، میگفتن ما میدونستیم. خب اگر میدونستی چرا همون زمان نگفتی؟ این مثل این که داستان خمینی بود، همه میگه آره ما میدونستیم فلان بود. خب اگه میدونستی باید همون زمان بگی. یعنی یکی از چی میگن مؤلفه های آینده نگری اینه که شما اون واقعی که همون زمان اتفاق افتاده یا میخواد اتفاق بیافته موضع گیری بکنی. وقتی دیگه تموم شد میگن داستان همون کشته شدن مثلا بعد از مرگ سهراب دیگه فایده ای نداره. ولی با این وجود جامعه خیلی، یعنی من مطرح کردم که این یک فاجعه بوده، درست جمهوری اسلامی استفاده کرده و فاجعه بوده که از قبل هم قابل پیش بینی بوده. من می دیدم خیلی از این اینا یه شبکه هستن، یه نفر هم فقط رولایزم هم نبوده، افراد دیگه دورورشون هستن، جوان مردیه، فخرآوره، سعید شیمیرانیه، اینا با هم در واقع مش میگن. بعد من همش فکر میکردم اینا خبرها رو میسازن. الان معلوم شد که خبرها از طریق وزارت اطلاعات با اینا تماس گرفته میشد، مثلا خودشون رو طرفدار جنای هاشمی یا فلان احمدی نژاد معرفی میکردن، خبرهای دروغ رو میدادن. مثلا یکی از اینا انتخاباتی که شده بود اومد مطرح کرد که هنوز اعلام نکردم، گفت آقا همین الان، آقای فخرآور گفت همین الان به من از وزارت کشور تلفن زدن گفتن که رئیسی با 54% انتخاب شده. یعنی کاملا معلومه طرف، الان معلوم شد که اون طرف واقعا زنگ زده، ولی کی بوده؟ ولی وزارت اطلاعات بوده. خب واقعا ما باید این رو همینجوری فراموش کنیم، نباید این رو مورد بحث قرار بدیم. بفرمایید آخرین سواله. ببینید حرفی که شما میزنید کاملا واقعا به جا هست، شما یک مسئله مهم رو در دستور کار ما و جامعه ما قرار میده و اون هم مسئله نقده، نقد داشتن. نقد به معنای تخریب نیست، نقد به معنای در واقع به معنای عصیان بی‌معنا نیست. نقد به این معنی هستش که واقعیت هایی که ما در حال دیدار هستیم، دیدن هستیم، اینها رو باید سوال ازش کرد. یعنی تمام خبرهایی که میرسه چرا این خبر درسته، چرا این خبر غلط هستش، و به خصوص در عرصه خبری از نظر من در واقع نگاهی که میتونه بلافاصله مسائل غیر نرمال یا عجیب و غریب رو بتونه تشخیص بده خود جامعه روزنامه نگاران و رسانه ها هستن. البته فراتر از این هم افرادی هستن که حس دارن، ولی که چه بسا محیط در واقع روزنامه نگاری به لحاظ حساسیت ها، دقت ها و ابزاری که داره و نوع روش کاری که داره میتواند رفتارهای غیر عادی، غیر در واقع معتبر رو اینها رو بلافاصله شناسایی بکنه. بنابراین ما وقتی که صحبت از نقد میکنیم در جامعه ما، جامعه ما یک جامعه دینی است، جامعه ما جامعه هستش که با روی نقد آشنایی علمی و کافی در واقع نداره در تمام زمینه ها، و به همین خاطر هستش که در واقع دین اسلام اجازه به نقد نمیده، قدرت سیاسی موجود اجازه به نقد نمیده، و حتی در درون خود جامعه وقتی کسی به کسی نقد میکنه، نقد رو مترادف با تخریب در واقع میبینه. حالا که ما باید دارای یک منشی باشیم در زمینه نقد، یعنی خود این دیدن ایرادها و بیرون کشیدن اون جوهر قضایا هست.
و به این خاطر هستش که مواردی که به عنوان نمونه فلان خبر بیاد ما میبینیم که خب به فرض خیلی اغراقه. خب این اغراق برای من فرد عادی میاد که خب این چیز عجیبه، ممکنه در اون لحظه این امر ذهنیت یا به هر حال هیجان و احساس من رو نوازش بکنه، ولی این درست نیست. به خاطر اینکه گفتیم که افراد عادی و عامی جامعه اینها در واقع خودشون رو در بستر اندیشه و فکر عملا قرار نمیدن، پس بنابراین در این حوزه مربوط به رسانه‌ها قبل از هر چیز افراد آگاه جامعه و به خصوص من تأیید میکنم کسانی که در عرصه های روزنامه نگاری و رسانه‌ای دارن عمل میکنن، وقتی که مواردی رو میبینن که برایشون ناخوشایند هستش میتونه این رو به شکل خیلی مکین به نقد در بیارن، به پرسش در بیارن که منتظر نباشن که روزی به این نقطه ما برسیم و به هر حال اون لحظه دیگه تمام ماجراها به این ترتیب خودشو نشون بده. پس بنابراین در زمینه محیط روزنامه نگاری هم نقد حرفه‌ای جای خودش رو در واقع خالی است و ما باید از این گونه حوادث بیاموزیم که زمانی که سیستم پروپاگاند جمهوری اسلامی رو ما می‌دانیم در درون کلی کسان رسانه‌ها یا احزابی که خود رو به عنوان اپوزیشن می‌دونن چه بسا همون منش‌هایی رو داشته باشن که منش‌های جمهوری اسلامی هستن، این گونه منش‌ها، این گونه دروغ پردازی‌ها و این گونه اغراق‌های ارادی مضر برای جامعه هستش. پس بنابراین باید با اونها مخالفت کرد، زیرا آگاهی در جامعه و رفتار مسئولانه در جامعه در این هستش که همه چیز با ذهنیت دقیق مورد پسند قرار بگیره و زمانی که اخبار جعلی هستش جامعه باید بفهمه چرا این اخبار جعلی رو در واقع باید کنار زد، دور زد، هرچند که ممکنه در لحظه خوشش بیاد علیه جمهوری اسلامی و این، ولی این هم به نفع جامعه و آتی جامعه هرگز نخواهد. بله خسته نباشین، ما به پایان برنامه رسیدیم، هرچند سوالاتی هست ولی یه مقدار میبینم که بی ربطه و من سوال نمی کنم، سوال باید در رابطه با موضوع باشه. اگر جناب ایجادی اگر نکته رو یا مطلبی رو در واقع جا گذاشتید یا ذکر اون رو لازم میدونید میکروفون در اختیار شماست. فقط من میخوام این نکته رو بگم که به هر حال ببینید من در ابتدام گفتم یه زمانی هستش که ما میگیم که واقعیت و حقیقت، واقعیت یعنی داده ها و اون ابژکتیویتی که در بیرون ذهن ما وجود داره، حقیقت رو من بیشتر به معنای ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های انسانی آدم‌ها در نظر می‌گیرم. پس بنابراین کار روزنامه‌نگاری در چیست؟ در این هستش که در واقع واقعیت‌ها رو برن کشف کنن، تمام این اوهامی که دور و برش هستش رو کنار بذارن، تمام این غبارهایی که وجود داره رو کنار بذارن، از درون دهلیزها، از درون در واقع کوره راهایی که اینجا اونجا حرکت می‌کنه برن عمل بکنن و حرکت بکنن که به اون واقعیت خبری، اون واقعیتی که انعکاسی از واقعیت‌های پدیده‌های گوناگون در جامعه هست برسن و از سوی دیگه حقیقت روزنامه‌نگار در ذهن مسئله اخلاق او هستش، ارزش‌های انسانی هستش که در جامعه داره و بنابراین زمانی که شما واقعیت‌ها رو بیان می‌کنید و این رو توأم با این می‌کنید که دروغ پردازی نکنید، که این که در واقع در سیستمی که مورد استفاده جمهوری اسلامی است جلی پروپاگاندهای دروغ پردازانه در این زاویه حرکت نکنیم، بلکه جامعه انسانی احتیاج به ارزش‌های انسانی داره و ارزش‌های انسانی هم در ضمن بیان واقعیت‌ها، هرچند که ممکنه اینها در واقع مشکل باشه یا هرچند ممکنه دشوار باشه، زیرا فرهنگ انسان‌ها از طریق بازشناسی واقعیت‌ها و تحلیل عمیق مثل این به این واقعیت‌ها میسر هستید. زمانی که روزنامه‌نگار در واقع داده‌های لازم را نمیده، اون واقعیت‌ها را به عرصه جامعه نمیاره، ما نمیتوانیم به سوی شناخت حرکت بکنیم. پس نقش روزنامه‌نگار بسیار بسیار مهم هستش برای رشد شناخت و آگاهی در جامعه. بله تشکر میکنم، هرچند من فرصت نکردم چون ما یه مقوله هم داریم جناب ایجادی، قاطی شده، یعنی ژورنالیست با اکتیویست
در هم تنیده شده و مرز اینها چیز شده. یعنی خب ما در یک جامعه سالم ژورنالیست داریم دیگه، اکتیویست، یعنی شما اگر تو روزنامه تو فرانسه طرف فعال سیاسی بشه، بخواد برای استخدام بشه در یک روزنامه، یه مقدار مشکله. یعنی اینجوری نیست، مگر اینکه بخواد طرف بولتن حزبی رو در بیاره. رسانه دموکراتیک با بولتن حزبی متفاوته. این بحث گسترده، متاسفانه من فکر میکنم ما در یک دوران ابتذال به سر میبریم. یعنی حقیقت میزنن تو سرش، یعنی عین زمان انقلاب بود. یعنی که دهن باز میکردی میگفت بگو مرگ بر شاه، نمیگفتی میزدنت. خب یعنی تو به اینجاها رسیده بود. اصولا آدم های ثابت قدمی هم نبودن، شده بودن همه شده بودن باد حزب، با چی میگن حزب باد. و آره، به هر صورت تشکر میکنم، وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتیم، مباحث خوبی بود و ماشاءالله خوبم انرژی دارین و مطالبتون واقعا به درد بخوره. با اینکه توی تلویزیون های دیگه هم صحبت کردین در این مورد، من اومدم از جنبه دیگه این مسئله گرفتم. خسته نباشین، تا برنامه دیگه که شما رو باز بیاریم روی خط. سپاس فراوان و به همه بینندگان تلویزیون شما، امیدوارم که روزهای بهتری رو در زندگی خودشون باز هم ببینند.